برنامه خود را آغاز کردیم با چندی از آیات کلام الله مجید و در ادامه برنامه من اول شروع میکنیم به زیارت عاشورا و بعدش انشاءالله به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین الحاج حاجی آقای محمد رحیم لطیفی و در آخر از مدای عزیزمون آقای غلامی انشاءالله استفاده خواهیم کرد. و حال تقاضا میکنم از مدای عزیز آقای غلامی عزیز تا بیاید و زیارت عاشورا را قرائت نماید تا آمدنشان به جایگاه بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير سيد الوسيم. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي
السلام عليك يا صار الله وابن صار والبتر الموجود السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفرائج عليكم مني جميعا سلام وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لقد أغوت الوزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلت لهم بالتمكين من قتالكم بعثت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياهم وأتباعهم وأوليائهم يا إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير
وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بعت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن صالحكم وحرب لمن حاربكم وبني الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البلاء من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني إنكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب صاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي عنده وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبة مصيبة ما وأعظم الذي يتها وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعل لي في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل مهياي وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وبنو آكلة الأكبار اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وغفى فيه نبيه صلى
صلى الله عليه وسلم. اللهم لا أبا سفيان أبا معاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك لعنة الأبد العابدين. وهذا يا الله فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائل عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليهم وعليهم السلام. اللهم الآن رب العالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له ولا ذلك. اللهم لأن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم لأنهم جميعا قربنا اسم الدار يا عبد الله. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارة اليوم. السلام على وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یک بار دیگه به نیابت از طرف امداد گذشتگانمون السلام على الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أبا الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني الثالث والرابع. اللهم الآن يزيد خامسا والآن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمران وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة آماده بشیم برای سجده. انشاءالله موقعی که بندای کفنمون رو باز میکنن طرف راست صورتمون رو خاکای قبر میذارن. عزیز فاطمه بیا سفارش ما رو هم میکنن. اللهم لك الحمد و حمد لك على مصابه الحمد لله العظيم رضيته. اللهم
اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدقين عند جمال الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله خلائقه أجمعين وأدنى الأنبياء والمرسلين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وأشرف الأنبياء والمرسلين. حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين في كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. السلام عليك يا صلى الله وابن طاهره والمثل الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به لأبي أنت وأمي يا مولاي يا أبا عبد الله. در آستانه ورود به اربعین سالار شهیدان سید شهدا عبدالله حسین و یاران با وفایش قرار داریم تا میگوییم و میشنویم اربعین، یاد ما از زینب و خرابه شام و برگشت به مدینه میفته. نهضت کربلا دو بخش داشت. بخش اولش جهاد بود و شهادت، بخش دومش هجرت بود و اسارت. بخش اول را فرزند علی ابی عبدالله حسین و بخش دوم را دختر علی زینب کبرا انجام دادند. هجرت و اسارت زینب اگر نبود، کربلا نبود. اگر کربلا نبود، هجرت زینب نبود. مانند دو لنگه در که در کنار هم قلعه را می‌بندند، شهادت و اسارت این دو فرزند فاطمه بود که قلعه اسلام را به روی هرچی نامحرم بود بس. این دو در کنار هم حسن حسین برای اسلام مسلم بیادبار گذاشتن. سرگنه در نینوا میماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. نمیتوان از ابی عبدالله حسین سخن گفت و از زینب چیزی نگفت. کل رسالت و
کل حماسه ابی عبدالله و یاران او بعد از ظهر عاشورا به پایان رسید. این علم بی صاحب را زینب بود که چندین منزل گرداند و چرخان تا ندای ابی عبدالله و از بودی قدرگاه و اوج آسمان به تارک اصلی بنشاند و دنیای امروز را بفهماند که بر فرزند فاطمه و یاران او در حصار و بودی قدرگاه چی گذشت. میبینیم که این شانه های زینب است، این پهلوهای خسته ام کلثوم است و این ندای نهیب رقیه است که ندا را از بودی سرزمین قاضیه و نینوا میکشاند، در دل کوفه میبرد و از کوفه در دل شامیان و قصر سبز معاویه میبرد و تا دروازه های مدینه را به لحظه در می آورد. این همان کمر نحیف و همان قد خمیده زینب است که شاهکار ابدیت را رقم می زند. کربلا ها می آید و می روید، همانطوره که رمضان شبهای پرد می آید و می روید. بهانه که دست ما می افته تا اربعین را پاس بداریم، مرکز مبارکه تاها تصمیم گرفتن که چند شبی را هم برای زینب و کبرا از اربعین استقبال کنند. خداوند از همه بانیان، جوانان، عزیزان، فراشان به درگاهش مخلصانه و بیانه قبول بفرمایند. از تلاوت گرم آیات استفاده کردیم. سرورد جناب آقای غلامی ما را به یاد عاشورا و زیارت علی عبدالله الحسین انداخت. در پایان منبر بندر انشاءالله که مصیبت را میخوانند و همه ما را از چشم ما عشق میگیرند، خدا از همه عزیزان به درگاهش قبول بفرمایند. این اربعین ها، این عاشوراها، این رمضان قدرها میآیند تا ما دو تا کار انجام بدیم. مجالس حسینی یک رودی است، یک جویباری است با آب زلال، با آب شفاف و روشن، که ما در کنار این جوی، در کنار این نهر بنشینیم و تشنگی های خود را دفع و رفع بکنیم. در اربعین ها، در رمضان ها، ما باید یک به معارف و تعلیم و آموزش خود بیفزاییم، از اسلام بگوییم، از دین و او بشنویم، از حکمت قرآن سخن بگوییم، معنویت و ایمان و تقوای خود را تقویت کنیم. یک بخش، بخش دیگر این است که از محرم سفر درس بگیریم. همانطور که معرفت علم را دلیل بر ما افزایش میدیم، به دنبال عبودیت اصلاح رفتار اخلاق هم باشیم. برنامه‌های اربعین بیشتر مخاطب خواهران هستند که کربلا تا بعد از ظهر عاشورا این نهضت علم بر شانه های مردان بود و در عصر عاشورا این علم بر بازوان شانه های زنان اهل بیت. پس کربلا و عاشورا هم به مردان مربوط است، هم به زنان. و دیشب در منبر باشکوه حضرت رقیه گفتیم و شنیدید که کربلا مربوط اطفال هم هست. در کربلا شش ماه هم آمد حماسه آفرید، در کربلا قنداق هم آمد هنرنمایی کرد. با هنر حضرت رقیه بود که امروز در دمشق شام در دل کاخ معاویه یک منقد با معنویت به نام رقیه علی عبدالله حسینی. این کربلای ما هم مرد میسازد، هم زن میسازد، هم برای مرد درس دارد، هم برای زن. کربلا ها می آید، عاشورا می آید، منبرها و مجالس می آید تا ما در قدم اول به معرفت و علم و معافی افزاییم و در قدم دوم به تقوا و رفتار اخلاق و استاد. خب
شما تا حالا شده از خود بپرسید مادران خواهرانه که امشب مجلس بیشتر مربوط به شما میشه و همینطور برادران آقایون تا حالا از خود پرسیدید که زینب قد حمیده زینب که داغدار چند فرزند خوده زینب که داغدار چند برادره زینب با دستان خالی با تن نحیف و خسته چی داشت که کربلا را پیروز کرد؟ زینب چی داشت که اول کاخ استانداری کوفه را لرزاند و ساعت و روز نگذشت که کاخ معاویه را لرزاند و مدینه را به انقلاب واداشت؟ زینب چی داشت که با دستان خالی با تن مجروح با هزاران هم زینب چی داشت که شاهکار تاریخ را رقم زد که منم ببینم به زینب نگاه کنم دیشب گفتیم که اسلام برای سعادت ما برای تشکیل شخصیت ما در کنار تعلیم و تربیت و آموزش در کنار محیط و شهر و آبادی و در کنار نسب و وراثت میگن لقمه رو درست کن دو الگو بگیر. خب ما باید الگو بگیریم ببینیم زینب را چی پیروز کرد. اون عامل را اگر در ایام و سوگوار زینب از این سخن نگی حق مطلب ادا نمیشه. ما امشب باید به این سوال برسیم پاسخ خود را بگیریم که زینب خسته دست خالی با هزار غم و تن مجروح را چی پیروزش کرد؟ چگونه شد که سر نی در دنیا پیچید و یزید با تمام نیروها و قوایش نتوانست چند سال رو دوام بیاره؟ مکی‌ها انقلاب کردن، مدنی‌ها انقلاب کردن، کوفه و بصره و ساوات و مدائن اهواز همه پرشور شد و هر کی مارک یزیدی داشت سرنگون شد. خب این زینب چیکار کرد؟ کربلا که تمام شد بعد از طول عاشورا دیگه تمام شهدا مانده بودی قبلگان. چه فکر میکنید شما؟ اگر بخواییم راجع به اوصاف و صفات حضرت زینب سخن بگیم سخن طولانی میشه. در مراسم ولادت حضرت زینب بیشتر توضیحات بخواییم داد. اونی که ما امشب دنبالش هستیم هرچند دختر علی از صفات حمیده صفات کمال برخوردار بود اما مهمترین علتی که زینب را پیروز کرد کربلا را به دنیا ماندگار کرد اون مرهم و داروی هست که پیش زینب بود و همون مرهم و دارو رو ما امروز یا نداریم یا کمتر داریم که زندگی های ما پر از مشاجره است پر از دعواست. حضرت زینب با دست خالی اونگونه حماسا آفرید چی شده که خواهر من؟ چی شده که مادر من؟ چی شده که زن برادر من؟ در اوضاعی که امکانات دستشه همه امرای آزوقه در اختیارشه چطور نمیتونه؟ مستعصل میشه، بیچاره میشه، میبره به چی بوده؟ عزاداری ها قبول خب عزاداری ها قبول یعنی چی؟ یعنی از این عزادی مهندس چی دستت اومد؟ اگر مجلس علی عبدالله ما را اصلاح نکنند کدام عزاداری قبول؟ ما اگر مشک از عشق بریزیم اما همون آدم دیروز باشیم شما به خود نمره بدی عزاداری چند نمره قبوله؟ ما امشب به این سوال میرسیم که زینب سلام الله علیها چی داشته که ما امروز او را یا نداریم یا خیلی کم داریم. برای همین هم از زندگی ها میرسه هر نوع امکانات رو دارم به هدف نمیرسم.
مهمترین شاهکار دختر علی در سرزمین کربلا صبر، صبر، صبر از زینب بریده نیست. زینب یعنی صبر، صبر یعنی زینب. این صفت حمیده و شایسته بوده که کربلا رو به اینجا رساند. و همین بی صبری و بی قراری و تعجیل و عجله ما است که نمیگذاره زندگی ما موفق بشه. صبر را خداوند در قرآن ستود. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون و بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون. خدای سبحان در قرآنش میگه برو بشارت بده به صابران. کیست صبورتر از دختر علی زینب کبرا؟ در قرآن حکیم در مقام صابران میگه که همه آدم ها در زیان هم، در خسران هم، بلعصف اینل انسان لفی خسر. بعد آخرش میگه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. قرآن فراوان توصیف کرده، تمجید کرده از صبر، از مقام صابران. و یکی از علتی که امام امام شده، پیغمبر پیغمبر شده، ولی ولی شده، آیه رو که در شروع سخن تلاوت کردم که وجعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا. چون صابر بودن پیغمبر شدن، چون صابر بودن امام شدن، چون صابر بودن راهنما پیشوا شدن. خب این صبر و صبر حضرت زینب به بار میشه است. صبر کسی که صابر نیست یعنی چیه؟ بیقراره، یعنی شکره میکنه، گلایه میکنه، عجله میکنه، به هم میریزه، تحمل نداره، مدارا نداره. و اینا مشکلات زندگی خود ماست. نگه که کما بیش خبر داریم 11 سال است که در بین همه خانواده ها مشغول به کار مشاوره مشکلات. اکثر اینا رو که من برای دارم خواهرم اشاره از جمع ما دور با سایه مثال خانوادگی از جمع مؤمن و مؤمنات دور با ولی مقدارش پرش ما رو گرفته. نتیجه که من گرفتم این است که اکثر این مشاجرات، نزاها، طلاقها، دعواها اینه که زندگی خوب را بر خود تلخ کردیم، اثر زندگی را به زهر تبدیل کردیم. مقدارش این است که از این گنجینه صبر بیخبریم. میگیم فدایی حضرت زینبی هم از صبرش نداریم. میگیم رهن و پیر و حضرت زینب این برای شده زر در میدیم، نزد در میدیم، خیرات در میکنیم، اما هنوز از صبر زینب و کبرا میخبریم. در صبر او دیگه ازش تقلید نمی کنیم، الگوی ما نیست، فقط در زیارت رفتن و عشق ریختن ما مقلد پیر و زینبی. انگار زینب مقتدای ما در این بوده. اسوه ما، الگوی ما در صبر و استقامت زینب رو کنید. مقام صبر و صابران این صبری هم که حضرت زینب داشت براش امامش شد. من یک بار خطبه های یعنی عبدالله حسین رو از اون اول آخر ماه رجب که از مدینه حرکت کرد تا به کربلا چند ماه طول کشید. در این چند ماه در مکه امیر عبدالله حسین سخنرانی داشته، در مدینه انگام و خروج به منزله های مختلفی که تا کربلا رسیده امیر عبدالله حسین سخنرانی هایی داشته، نصایحی داشته، صحبت هایی کرده، از صبر سخن گفته امیر عبدالله حسین. فراوانه در خطبه‌ای که در مکه خوان در پایان فرمود که نصبر علی بلائه، من بر هر بلا و گرفتاری و آزمایش خدا صبر خواهم کرد.
و یاران من صبور خواهند بود و یوفینا اجر صابرین و از خدا میخواهیم که ما اجر صابرین را به ملائکه علیهم صلوات و نمرت به صلوات و درود و خداوند نصیب علی عبدالله حسین شد باعث صبر کتاب شد و حضرت زینب در روز عاشورا وقت دشمن حمله می آورد تشنگی از یک طرف فریاد العطش بچه ها از طرف دیگر جمعیت انبوه سپاه هر کسی بود می بودید ابی عبدالله صدا می زد که صبرن بنی کرام ای فرزندان بنی کرام ای اصحاب یاران من صبور باشید استقامت و در آخری وداعش به زینب و کبری فرمود که فصبری علا قضاء الله ولا تشتکی خواهرم زینب بر آزمایش خدا صبور باش و دهان بر شکوه نگشا این کربلا رو خصوصیش نکن نکن من رو زدی نکن ما رو آواره کردی بگه اسلام را زدی قرآن را آواره کردی ناموس وحی را بیان کردی این گونه سخن و صبر زینب بود که کربلا رو به نتیجه رساند که صبر و زفر دو برادران قدیم هم که پس از صبر نوبت زفر آمده اگر زینب سلام الله علیها در چند سال طول نکشید زفر و پیروزی رو در آغوش گرفت برای اینکه در جان و سر و قلبش صبر نشسته از صبر و زفر و قرآن بارها رو ما میگه که فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا راه پیروزی از سختی میگذره آرامی پس از سختی است فرمول خداوند در این دنیا این است آرامی قبل از سختی معنا رو داره نمیشه صبر یک نوع سختی داره صبر یک نوع تحمل میخواهد اگر صبر بود به زفر تمام دلو که حضرت زینب اگر زینب بی صبری میکرد همونجا که برادرش حسین رو کشته بودن با بی صبری کل به اهل بیت به باد میرفت با بی صبری و گریه و ناله خطبه های کوفه زمین میماند مردم خیال میکردن زینب فقط یه برادر از دست داده زینب آمد گفت نه شما امام از دست داده شما اسلام از دست داده شما قرآن رو تنها گذاشت آدم اگر صبور نبود که سخن نمیتونه بگه انسان اگر صبور نبود حق را نمیتونه بگیره انسان اگر صبور نبود کار رو مدیریت نمیتونه شام غریبان مدیریت زینب را که از خیمه های نیم سوخته سنگر می سازند و فردا از این سنگر کوبه رو می لرزانند صبر زینبه که به این زفر رو می خب خدا قبول کنه میگیم عزادار دختر علی بن ابی طالب و اربعین یاد زینب کردی خب حالا از زینب چی یاد گرفتی جوان هستی خب امکانات ازدواج فراهم نیست چی کنم در این مملکت اگر جوان هستی و پیرو زینب قرآن میگه فلیستغفر عفاف رو به خرج بده پاکدامنی رو بگیر خیلی آسان اگر این کار شد ما پیرو حضرت زینب هستیم اگر نشد جوانی هست میخواد یک شبه بیزنس بزنه به میلیون دلار برسه پیغمبر زینب میگه تو باید صبور باشی کار کاسبی هم سختی داره در محل کارم زحمت نکشی که تا کارگر نباشی کارفرما نمیشی ببینید اینا دانه دانه کربلا برای زن فرزند برای همه درسه جوان من عزیز من با گوشی بازی و بازی گوشی و واتساپ و فیسبوک و لپتاپ و اسمس دادن و با اینا به درس هم بنویسیم وقت در وقت ده وقتی کارا حالا نیست
بازی کشی که درس نمیشه، صبور باش. کلاس 11 و 12 تا از همه چیز ببار، به صبر حضرت زینب اقتدا کن تا سفر دروب کن. برای خانواده‌های عزیز میگم، در دنیا غیر از معصوم، غیر از انبیاء و صالحان، آدم کامل آفریده نشده. دختر من اگر تو منتظر شوهری که از همه جهت 20 باشه، یعنی دنبال محال میگردی، دنبال حال میگردی. همینطور برادر من، پسر من اگر دنبال یه خانم هستی که همه چیزش 20 باشه، دنبال سرابی امکان داره. قیافش رو به اخلاقش بده، اخلاقش بده قیافه، هر کنون یک ازاری نمیشه. گاهی وقتی نه که مشاوره میان میگم خیلی خوب، حالا شوهرت یا این خانمت این سه تا مشکل بده، حالا حلش چیه؟ حلش اینه که زندگی رو ویران کنی؟ حضرت زینب میگه اگر پیرو منی رایش صبره، تحمل مدارا از تو معنیه از تنبیه. به گفته خارجی ها تایمه، تایم بدهش. با یک اشکال همه رو به هم میزنه، جمع کرده نیستن. خب صبر. چقدر روایت داریم کارا در منبرهای بعدی خواهیم گفت که خداوند میگه اگر کسی بر اخلاق بد زشته، اگر زن در رویه بد شوهر صبر داشت و اگر شوهر بر رویه بد زن صبر داشت، خدا میگه من چه ثواب اجر بود؟ از ثواب آخرت که بگذاریم که اونم خیلی مهمه، شاهرای حل کار ما هم سب برای دنیا مگر شما سبر باشه. سبر حضرت زینب بود، جوان من عجله نکنه، به اولم میرسه از رایش. خانواده خوبم داریم از رایش. جنگ و نزا و بگیر و بند خانواده به پایان میرسه، اگر در دل، اگر در سر، اگر در دست مرهم و دارویی رو داشته باشی که دختر فاطمه رو پایان میرسه. بسن باز تکرار میکنم، شاید 300-350 تا مشاور در این مدت داشته بودم، بعضاش یادداشت میکنه که خیلی مهم بوده. در 70% این به گومگوها، نزاها، اختلاف های دوتا شریک، فقط اختلاف زن مرد نه، اختلاف دوتا شریک، اختلاف دوتا همسایه، اختلاف دوتا پسر پاپا، دوتا همه، اختلاف دوتا آقایی که در یک انجمن کار میکنن. اما یه اختلاف اینطوری هم ما داریم. اکثر 70% این به گومگوها، این اختلاف ها این است که یا هر دو طرف صبور نیستن، یا یک طرف صبور. اگر صبر داشته باشه، آرام آرام مسیح خودش را میره. مطمئن باش، حق هیچ وقت زیر خواب نمیمونه. حتی تو صابر باش، صبور باش، عجله نکن. میدونم مظلومی، شکست خوردی، به ظلم کرده، تو صبر کن. ظلم رو با ظلم جواب ندی. منطق حضرت زینب میگه. حالا اون فرش دکتر فرش میده، خب مثل میشی، زندگی میپیچه بعد. او بر دهنی که تو مثل او بر دهن میشه بیم سر یعنی همین او بر دهنی که سب کن بیقراری نکن اجره نکن ما با همین میخوام او بی وفایی کرد او بی عهدی کرد او بی منطقی کرد منطق و مرام زینب بگیر بگیر سب کن تایم بده زمان بده اجره نکن درست میشن بچه به شرط اینکه ایمان داشته باشه که حق زیر خواب مطمئن باش. یک روز از اون رو دنیا بمانه از قبارتون جدا میشه. اما اگر بی صبری بیقراری کرده تو هم باطل میشی. او ظلم کرده تو هم ظلم میکنی. پاسخ اینه. او جفا کرد تو هم جفا میکنی. او بی عهدی کرد تو هم بد عهدی میکنی. چی شد من؟ تمام شد. باخته میدار. صبر مرهم خوبیه. داروی خوبیه. اگر چاشنی زندگی کنیم با شریکم زندگی خوبیه.
میشه، با هم کلاسی هم، با هم کامیتی و هم انجمن هم، با زن و شوهر هم، با اولاد هم، با والدین هم، با معلم هم، با کاسه و با هم کامیتی زرم نداره آقا، اون نباره کام کن خوبه شکل، امشب مطلب رو کن اگر باور داره که خوبه، من خودم می نکنه من چون از من فقط جمعش کرده بیدم منظمش کرده بیدم از خدا رو بکنم، از پیغمبر رو بکنم، از اساس زینب رو بکنم. حالا شما برادران و خواهران مادران اگر در زندگی مشکلات داره، یا با شوهر یا با هم کلاسی یا با درس یا با هم شاگردی یا با هم کار دیگه باشنی، شما یه بار امتحان کن این مرهم صبر را، اون فرش خوب کنند خوبت کرد کنند کن ببینید به چی نتیجه میرسی. این رایی است که تضمینیه. خدا به همه ما گوشه از صبر در حضرت زینب را خداوند معرفت علم ما را به مرام عبد الله افزایش بده و ما را از پیروان و رهنمان او قرار بده. سلام بر محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. السلام علیک یا زینب بنت علی، السلام علیک ایتها المظلومه، السلام عليك أيها المهاجر، السلام عليك أيها الصابر في دين الله وأبي أنت وأمي. امروز در كتاب خصائص الزينبيات از شنو نام کردم، چقدر غریب بود زینب، چقدر مظلوم بود زینب، به حق به زینب گفتن ام المصائب. در هیچ غم و درد کربلا، در هیچ درد و رنج شهدای کربلا نیست مگر اینکه یک گوشه غم در دل زینب. از خود مدینه تا مکه، از مکه تا کوفه، از کوفه برگشت تا شام، از شام تا مدینه، در هر جا غم غربت زینب را انسان می‌بینه. عمر مثلا در خصائص زینبی آمده، میگه وقتی عبدالله حسین به دنیا آمد، حضرت زینب وقتی به دنیا آمد، زینب متولد شد، بدین گریه می‌کرد، در آغوش مادر آرام نگرفت، در آغوش برادرش حسن آرام نگرفت، گریه میکرد. در هر بغل آغوشی که رفت زینب بیقرار بود، اما همین که قنداقهای زینب را در بغل ابی عبدالله گذاشتن زینب آرام گرفت. دیگه بعد از اون زینب بود حسین به عبدالله جعفر همسرش هم شرط کرد، گفت من بلی را میگم برای همسری، اما مشروط به این که از حسین هم جدا نشم، هر جا او رفت. عرض میکنیم دختر فاطمه زینب کبرا، شما یک بار آرام گرفتید، یک بار از گریه ساکت شدید در آغوش و دامان برادر ابی عبدالله حسین. لا یوم یوم قیام عبدالله، یه جایی دیگر ابی عبدالله خواهر زینب را ساکت کرد، اما این سکوت با اون سکوت خیلی فرق داشت. اون سکوت اول دامن ابی عبدالله بود، این سکوت دوم سر ابی عبدالله حسین. اون سکوت زینب را از گریه ساکت کرد، این سکوت زینب را از خطبه ساکت کرد. ماجرا چی بود؟ اون لحظه ای که کاروان اسرا به قافل سالاری زینب دختر علی وارد کوفه کردن، زنان نامردان کوفه از حصار دیوارها و خانه ها آمده بودن ببینن کی وارد کوفه میشه، دیدن کاروان آمد و آمد، ناگهان دختر علی از کجاوه شطران سر برآورد، چنان خود بخوان
که مردم کوفه گفتن مگر علی زنده شده خود ببینم. دختر علی خود بخوان دید. چشمان کوفیان را گیریان دید. چیز نمانده بود که کل کوفه را انقلاب بگیره. گفتن زینب را از خود بخواندن ساکت کنید. هر کاری کردن دختر علی از سخن گفتن باز به نانجیب صدا زد من بله هم زینب را ساکت کنم. ساکت ساختن زینب با عهده منه. صدا زد سردار حمله دار سر او سر بوده یعنی هم بله را بیاد نزدیک و نزدیکتر تا دیدگان حیرت زده زینب تا چشمش به سیمای به جمال نورانی برادرش حسین افتاد. دیگه زینب از خود به خواندن افتاد که گویی تمام همت و توان زینب دختر علی رو در دروازه های کوفه گرفتن با نشان دادن سر بریده ابی عبدالله حسین و سیعن و الذین ظلموا انگم قلبی که قلبون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تو
این مصیبت جهان سیرم خیلی پیر شد زینب راوی میگه وقتی کاروان برگشت مدینه عبدالله ابن جعفر همسر خانوم زینب اومد کنار کاروان هی داره دنبال خانوم زینب میگرده نتونست خانوم رو بشناسه رسید خدمتش خانوم آیا شما زینب رو ندید صدا زد عبدالله عبدالله هم داری منو نشناسی من زینبم عبدالله نپرس چرا مات سفید شده نپرس چرا مدت خمید شده چرا خودم دیدم به بالای بلندی ای برادر غم تو گیرم این مصیبت به جهان سیرم کرد او به من قبر علم دار کجا دست ببریده سردار کجاست ای حسین اربعین کاروان برگشت کربلا یکی صدا میزد میگفت عمه آب آزاده یکی میگفت عمه دیگه نمیزنه گو به من دست ببریده سردار کجاست نه همین سوخته قلبم و جگرم خم شد از بار مصیبت کمرم داداشونم آنچنان رنج اسیری دیدم سیر از زندگیم گردیدم عزیز مادرم حسینم هدیه آوردم از شام بلا سر ببریدم ای خون خدا خدایا به ناله های بی بی زینب عمه سارا منتقم خون به ناحق ریخته امین عبدالله امام زمان من به ما برسان دوباره بغل کردم این پیرهنو دارم خاطرات رو پرو می کنم به بختش نشد مادشم ولی حالا زخماتو رو پرو می کنم داداش میدونی یه وقتایی حس میکنم دلم اون روزای قدیم و میخواد چه روزایی؟ تو باشی پدر باشه مادر باشه دلم روزای بچگی داداش یادته چه روزای خوبی بود بابا علی بود مادرمون فاطمه بود داداش حسن بود هنوز یاد تسلون روز مادرم همه کار کردم به مونه نشد تا حالا به هیچی نگفتم ولی دیگه بعدشون خونه خونه نشد دیگه بعد از اون هیچ کس لبخند به لبای علی ندید هیچ کی آرامش تو خونه فاطمه ندید همیشه هر وقت بچه ها نگاه به در این سفره میکرد تو سرمای روزای دلم گرم بود که برادر دارم داداش اگه تا
تونستم داغ مادر رو تحمل کنم، اگه تونستم فرق شگافه بابا رو تحمل کنم، اگه تونستم جگر بارگاره ازم رو تحمل کنم، داداش تو بودی کنارم سر میشونم بذارم. ای آرامش زینب تو سرمای روزای بی مادری، دلم درد بود که برادر دارم، دلم گرم بود وقت دلتنگیام، سرم رو روی شونه ها تا حالا همه مقدم بود، تازه خانوم داره وارد روزه میشه، همه دیدن رنگ خانومم عوض شده، داداش دم عصر روز و یادت میاد، چقدر بی کس و یار و یاور شدن، دیگه کسی که دارم نبود، نه عباس بود، نه قاسم بود، نه علی اکبر بود، داداش اصل روز و یادت میاد، چقدر بی کس و یاد آمد شدن، نگفتم دلم خیلی شور میزنه، یادت داداش تا وارد زمین شدیم چقدر گفتم از این نگفتم دلم خیلی شور میزنه، دیدی آخرش بی برادر شدم، همون جایی که صورتت آشنا با اون قربت تنگ گمدان شد، با جسمت مرورم لگت مال شد، نمیدیدم اما تو ازدها صدای بنیه به گوشم رسید، داداش به خدا صدای مادرم، من صدای مادرم را از تو گودال میشنیدم، نمیدیدم اما تو ازدها صدای بنیه به گوشم رسید، یه حسی مثل بچگی هم گذشت، منو سمت آغوش مادر کشید، بنیه 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 داشت، دوباره همه پیش من بودیم، تو بودی و من بودم و مادرم، داداش بازم دور هم جمع شدیم، تو بودی من بودم مادرم بود، اما داداش این دفعه یه فرق زیادی داشت، دوباره همه پیش من بودیم، تو بودی و من بودم و مادرم، ولی این دفعه جای گرموسه ها چقدر می زدم من به روی سرم، داداش می دونی چی دیدم، آن دم بریدم من آن دم بریدم من از حسنه، آمد به من تشم سیه، آخ خوبی دوید من می دوید، این بیا بلا دیدن یه خانومی
شادی دل آقا سلطان اجماع است.